داستان فیلم اکبر دیلماچ که تو سال 1352 ساخته شده از این قراره. اکبر آقا که زن داره، سر راه دختر فرنگی قرار میگیره که برای نوشتن کتاب به ایران اومده. اکبر که از دختر فرنگی خوشش اومده، بعد از اینکه دختر کیف مدارکش رو گم کرد، دختر رو عقد میکنه. بخشایی از فیلم اکبر دیلماچ رو با هم تماشا میکنیم. البته اگه بیارزه نبودی دختر قلم بنا رو نمیسته، پس خیال داشتی دختر حاکم ولایت رو بسونه؟ پس چی؟ اگه تو چیز خورش نکرده بودی براش دختری میسدن از بزرگون که یک عالم تهاز داشته باشه، نه فقط مثل تو یه زبون دراز. نگی من کم جاز داشتم. حالا پورشیم اگه دیده باشیم، داشتی و نداشتی، تا دور سر تو داشتی آیه جف عرسی لنگه بلنگه که 30 روز خدا یکیش نو هم میخون آیه کیشم وسط سینه میزه دستیتت رفته. خودت بگو چقدر جازم و بردی و فروختی و خرج اینا کردی؟ خرج اینا کردم یا خرج مداوا خودت ساختی که بچه دار بشی و نشدی؟ مگه عیب از منه که بچه دار نشدم؟ پس عیب از منه؟ خب معلومه، تا وقتی جوان بودی گفتی بچه دار نشیم تو وضعمون خوب بشه. هرچی سب کردیم وضعمون که خوب نشد، اما تو پا به سن گذاشتی، حالا دیگه یه پای کار میلنگه. خدا رو صد کروشو که جانبی من نمیلنگه، خودت هم میدونی که اگه پیرمو میلرزم به صد تا جوون میارزم. کجاد پیر استاداش جون، تازه اول چلچلیده دست درد دیگه. اگه از دیرم ازا چرد میشی موازم خودت باش، کاسب کاره دیگه، کار باست خونشون رسته مخصوصا اون داشت. محمود بچه میخواد اما همسرش برای حفظ زیبایی به خواسته شوهرش تن نمیده. محمود بر اثر اتفاقی عقیم میشه و برای معالجه به اروپا میره و بعد از برگشت متوجه میشه که همسرش رو به گروگان گرفتن. بخشایی از فیلم نقص فنی رو با هم تماشا میکنیم.
فیلم سلام بر عشق از آثار دیگه پرطرفدار کارنامه بازیگری مرجانه. مرجان تو این فیلم نقش زنی آوازخون به نام زری رو بازی میکنه که ازدواجش با حبیب و بعد از اون درگیریش با مدیر کافه‌ای که اونجا کار میکنه باعث ماجراهای خطرناکی تو زندگیش میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. سلام اشرف خانم جون، راستی بهت گفتم که قیافت چقدر واسه آرتیست شدن خوبه. آره گفتی، چند دفعه بهم گفتی. خب پس بیا امشب با هم باشی. میترسم زیادی کنی جون. ده؟ آره تو بمیری. دختر منو دست کم نگیر، خیلی از آرتیست های بزرگ این کافه دست برورده این منن. میمیرم واسه جون، چیکار تو برم بذار معلوماتم زیاد بشه. گام شمارده شور تو معلومات تو ببره. ای ستانجا چف بذات پدره. بس سلام اشتراکسی ها، غیر بده بیا. راستی بهت گفتم که قیافت چه غزه واسه آرتیست شدن خوبه. برو شاخان. دختر منو دست کم نگیر، خیلی از آرتیست های بزرگ این کافه دست پرورده این منن. بیا امشب با هم باشیم جون، من میخوام بزن علامات زیاد بشه. برو بچه هم بگیزه برو مارموله. برین این گوهر نایاب عدست نده پشیم ها میشی آخه. توف به ذات پدره. بس سلام مینو کماری، چقدر خماری. راستی بهت گفتم که قیافت چه غزه واسه آرتیست شدن خوبه. آره صد دفعه گفتی. پس بیا امشب با هم باشی. خب دیدی چه ایدی. دختر منو دست کم نگیر، خیلی از آرتیست های بزرگ این کافه دست برورده منم. بس سلام رفت خانم جان، راستی بهت گفتم که قیافت چه غزه واسه یه. آره گفتی که قیافم به درد آرتیست شدن میخوره. نه با اتفاقا میخواستم بگم قیافت عوضیه، به درد آرتیست شدن نمیخوره. آخ خدا پما چجوری آخدایی دلمونو. بس سلام. فیلم مشکل آقای اعتماد با بازی منوچهر وسوق و نصرت الله وحدت محصول سال 1356. اعتماد با صدور چکای بیمحل تحت تعقیب طلبکاراش قرار میگیره. از طرفی منوچهر که به قصد دزدی به خونه اعتماد میره با اعتماد دوست میشه و در نقش پسر اعتماد از اون مقابل طلبکارهاش حمایت میکنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. چی رو عوض میکنید؟ اون میگه چشش بادومی، اینا میگه من بادوم میخوام. اصلا چه تو خاطر حرف بزنی؟ چی کاریم آخه؟ تو الان پسر باید بری کارخونه، داره دیر میشه. ای پوخ کرده ای جان، شب که کخ کنه هفته دیر. شاده راست میگه پدر، ساعت نزدیک هفته. راست میگی، یک پدر زد در رفت خود هست کنه. خیلی خوب، همه با هم میریم کاباره. همه با هم، برو لباس. عالی شد با خود جان. او چدس کجا داری نگاه میکنی؟ این خواهرزاده منه. خوب دوتایی میبرین و میدوزین. من راننده ام قربان. لباسای جور و واجور و مکش مرگ من میپوشین. آره هر اون بابا یک پدر جفتتون درارم که خودتون هست کنید. ببینین آقای اعتماد، بین من و ژاله فقط یه دوستی ساده است، هیچ منظوری هم تو کار نیست. اما اگه بخوای منو جلو ژاله خورد بکنی، یا مجبور بشم همه چیزو بهش بگم. آقا جان بوت، امشب ما با سلامتی کفاره بریم، غذای ما رو بخوریم، بعد تصمیمت بگیده برر. پس دوستی سادم بیندون به وجود اومده. یواش لابد فردا میخوان یه عروسی سادم برقرار بکنم. یه کلاه سادم سر من بیز. ولی چه عیبی داره مبارک قربان؟ چه عیبی نداره. حالا که اینجوری است میریم کاباره امشب، یه شام ساده میخوریم، بعدم میشینیم خیلی ساده، پدر ساده جفت. فیلم خوشگل عوضی گرفتیم که تو سال 1353 ساخته شده از این قراره که پروین تو خیابون با جوونی به اسم جلال آشنا میشه و به هم علاقه مند میشن، ولی هر دوی این نفر راجع به کسی که هستن به همدیگه دروغ گفتن. بعد از فهمیدن حقیقت هم از همدیگه دور میشن تا اینکه چند وقت بعد با هم آشتی میکنن و پای سفره عقد میشینن. بخشایی از فیلم خوشگل و عوضی گرفتین رو با هم تماشا میکنیم. سلام علیکم. افسودی منو تا عجبه از این تخبا. حال شما خوده؟ شما دونم زهر تلکم کرد بری فیلم. سلام علیکم. سلام، حال شما چیده؟ چی طورت خانه شما؟ خور باشی مانه بخارم. اون خندونو پرون رو کتا گذاشته زد خیلی خوب، تو هم به دو اون بیتاره حوصله سر رفت به دو. خب الان حاضر میشم امه نبات خانوم. خانوم تو برو به چایی و شیرینی بره. چشم چشم، زود باش دخترم، زود سب کن ماما، حولم نکن تو رو خدا. بس دیگه، حال شما چی داره؟ سلام علیکم، چی دورست حال شما؟ قربون شما. قربون شما. سلام. چی ساختی؟ سلام. ببخشین که دیر کردم، مامانم رو دیدین؟
بله، مادر مهربونی داری. یه روز باید با پدر مادرتون بیاین اینجا خونه ای ما. حتما، ولی پدر مادر من شهرستانه. پدرم دیر کرده، اگه نایمت ما خودمون میریم. باشه، هر طور مل. چرا نمیشینین؟ تو رو خودو بفرمین. چشم. بله. سلام. سلام از بنده. تو رو خدا بفرمین. سلام نمی کنم. سلام. چطور است حال شما؟ سر دستتون بفرمایید. این امه نبات خانم بفرمایید. حال شما چطور است؟ مشرف فرمودید. بفرمایید. من حلو آوردم خدمتتون. شما هم چی می‌کنی منور؟ گل قالی رو میشمرید. می‌بینی؟